در بهمن 96 در اعتراض به محدودیت امنیتی که حکومت برای قطب دراویش گنابادی درست کرده بود، ایست بازرسی و کنترل رفت آمد و یه حالت حصر خانگی با ماموراش اون که گذاشته بودن اونجا، باعث اعتراض دراویش گنابادی شد. جمع شدن جلو خونه نورعلی تابنده و اطراف خونه در گلستان هفتم خیابان پاسداران تهران و کشاکش دراویش و ماموران حکومت باعث درگیری‌های شدیدی شد که 7 کشته داد. چندین روز طول کشید، بیش از 300 نفر بازداشت شدن. یکی از کسایی که براش پرونده درست کردن که دادگاهیش کنن به اصطلاح، خودشون از انبوه آدمایی که اونجا بودن، بهنام محجوبی بود. بهنام محجوبی در مرداد 98 به 2 سال زندان محکوم شد. قاضی صلواتی دستور گرفت حکمش داد. دایره اجرای احکام زندان اوین او رو بلافاصله احضار نکرد، طبق معمول جا نداشتن. 3 دی ماه 98 نورعلی تابنده درگذشت. بهنام محجوبی از شنیدن خبر درگذشت قطب دراویش گنابادی دچار به اصطلاح پنیک اتک شد، حمله عصبی که روی قلب و اعصاب به طور ناگهانی اثر میذاره. این مقدمه رو گفتم فقط برای اینکه شناخت مختصری از بهنام محجوبی خدمتون عرض کرده باشم، چون موضوع دراویش گنابادی نیست و زندانیانی نیست که به عنوان درویش گنابادی به دلیل عقیده زندانی شدن. درباره اینکه چه کسی چه عقیده ای داره اصلا موضوع برنامه امشب این نیست. موضوع رفتار جمهوری اسلامی است با مردم و با زندانیان به طور کلی و قتل عمدی که جمهوری اسلامی ایران مرتکب میشه، از جمله در پیوند با زندانیان گوناگونی که دیده ایم. و حالا درباره بهنام محجوبی خواهم گفت. زندانی اصولا اسیر دست زندانبان، کاملا بیدفاع. زندانبان هر بلایی میخواد میتونه سر زندانی بیاره. به همین دلیله که کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل به وجود میاد که الان 160 کشور عضو سازمان ملل عضو کنوانسیون منع شکنجه هستند. ایران از معدود کشورهایی است که عضو این کنوانسیون نیست، امضا نمیکنه کنوانسیون منع شکنجه رو. اسلام دست و پاشو بسته. چرا جمهوری اسلامی نمیذاره نماینده ویژه حقوق و بشر سازمان ملل بیاد ایران، بره زندان‌ها رو ببینه، با زندانیا صحبت کنه؟ چرا نماینده سازمان‌های معتبر حقوق بشر بین المللی مثل عفو بین الملل رو نمیذاره برن ایران؟ چون میخواد به قوانین شناخته شده بین المللی در رفتار با زندانیان در دنیای وارد شده به مدنیت عمل نکنه و همین وحشیگریه که در 42 سال اخیر داشته ادامه بده. آنچه بر بهنام محجوبی گذشته نماد رفتار جمهوری اسلامی است با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی که خودشون میگن زندانی امنیتی. بهنام محجوبی 27 مرداد 98 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق فراهم ساختن تجمع غیرقانونی به 2 سال زندان محکوم شد. 31 خرداد 99 طبق احضاریه‌ای که براش اومد خودشو به زندان اوین معرفی کرد. برگه پزشکی تو دستش بود که به دلیل وضعیت خاص بیماری که داشت و هر لحظه احتمال حمله قلبی و عصبی میرفت، قید شده بود که توانایی تحمل زندان رو این آدم نداره. دستگاه قضاییشون کی به این هشدارهای پزشکی و انسانی توجه کرده که این بار دومش باشه؟ همون موقع، همون 31 خرداد 99 بردنش زندان در شرایطی که افزون بر بیماری هایی که بهنام داره، کرونا هم تو زندان ها پخش شده بود.
دوازدهم شهریور 99 یه فایل صوتی از تماس تلفنیش از زندان اوین منتشر شد که میشنوید الان سرفه های پشت سر هم نشون میده که احتمالا کرونا گرفته بود، ولی دکتر، دوا، بستری شدن، اینا کجا؟ زندان جایی که آزمایش تست کرونا از طریق ضربان قلب منفی می شود. زندان جایی که اعتراض به شرایط یعنی انتقال به جای دیگر. زندان جایی که زندانی های پولدار و ندارها حکومت می کنند. زندان جایی که رئیس و پرسنلش همه دست به سینه زندانیان پولدار هستند. زندان جایی که امکانات مخصوص افراد و عزیزان می باشد که زندان حکم کتر را برایشان دارد. زندان جایی که تو باید و باید خفه باشی و در سکوت بمیری. زندان جایی که زندان برقرار شده زندان جایی که خانواده هایی که جویای مکان فرزندانشان هستند را ثانیه ای هزار بار می کشند. آره اینجا زندان است. به نام محجوبی یاسین جمال. این فایل صوتی بر طبق تاریخی که خود بهنام در آخرش میگه 11 تیر ماه آمده بیرون، یعنی حدود یک ماه بعد از اینکه میره زندان. و تو کل این 8 ماهی که زندان بود چند بار به خاطر اینکه داروهاشو بهش نمیدادن اعتصاب قضا کرد، اما به جای تحویل دارو بردنش امین‌آباد تیمارستان. خانم صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی دو نامه سرگشاده نوشت به رئیس قوه قضاییه، یکی شهریور 99 یکی مهر 99، یعنی یکی 5 ماه پیش یکی 4 ماه پیش. تو نامه دومی نوشت: یک ماه پیش نوشتم که زندان در ارائه داروهای خاص همسرم کوتاهی میکند و هشدار داده بودم که عدم مصرف داروهای بهنام باعث میشود که جسم او از کار بیفتد. یک ماه پیش نوشتم که پزشک زندان اوین همسرم را تهدید کرده است که باید به جای داروهایش قرصهای خواب بخورد و اگر به دستور پزشک توجه نکند او را به امین‌آباد منتقل میکنند. اما در این مدت نه داروهایش را به او دادند و نه حتی به ابتلایش به کرونا توجهی کردند. حالا بعد از یک ماه نامه می نویسم تا بگویم که همسرم را در حالی که به خاطر قطع داروهایش نیمی از بدنش فلج شده به امین‌آباد منتقل کردند. طبق توصیه پزشک معالج بهنام در خارج از زندان مصرف داروهای بیماریش که اختلال پنیک تشخیص داده شده با داروهای خواب‌آور تداخل دارد و می تواند باعث بروز خطر جسمانی برای او شود. این مسئله را هم به زندان اعلام کردیم اما هیچ توجهی نکردند و هر شب به او 14 تا 17 قرص خواب دادند تا ناگهان نصف بدنش از کار افتاد. شنبه 5 مهر بهنام به دلیل عدم ارائه داروهایش توسط زندان دچار تشنج شد، زمین خورد و نیمی از بدنش فلج شد. او را به بهداری منتقل کردند و ابتدا گفتند به بخش مغز و اعصاب بیمارستان رازی فرستاده خواهد شد، اما ناگهان خودش خبر داد که او را در بخش ابوریحان تیمارستان امین‌آباد نگهداری می‌کنند. مقامات قضایی مسئولیت دارند تا بهنام را به پزشکی قانونی ببرند تا مشخص شود که او تحمل حبس ندارد. این مال 4 ماه پیشه. بار دیگر تأکید میکنم که جان بهنام در خطر است و از همه کسانی که صدای من را میشنوند درخواست کمک دارم. 4 ماه پیش گزارش این جنایت ها رو به رئیس قوه قضاییه همسر بهنام نوشته و دادخواهی کرده از دستگاه عدل اسلامی. 4 ماه پیش آنچه همسرش تو این نامه ها پیشبینی می کرد حالا این هفته اتفاق افتاد. صدای بهنام محجوبی رو بشنویم که
ایران بایر منتشر کرده از آنچه در امین‌آباد بر سر بهنام محجوبی آوردن. جوانم سنگینه، خیلی سنگینه. چرا دارم نمیتونستم حرف بزنم، الان هیچ حرف میزنم ولی باز سوا سنگی میشه، نمیتونم. میگن شما مثل سگ با بمیرید. ببین من روز اول رفتم دکتر که هنوز اتفاقات نفیافته بود، رفتم اول دکتر گفتم های دکتر من دست چپم درد میکنه، دکتر بیجاوی نامی بود به من گفت که تو رو میفرستم دکتر داخلی. دیدم من آوردن پایین با ضرب و شتم و اینا یا آمپول به من زدن، اون موقع من نفهمیدم کجاست، به من یا آمپول زدن بعد یا آمپول به من زدن، بعد من یهو وارد حالت خلسه شدم، نمیدونستم کجا هستم، همش حالت مختلف به من رخ میداد که من دیگه هیچی نفهمیدم تا صبحش. الان مهم اینه که بدن من سر میشه، حافظه من رو به تقلیل پیدا کرده و من هماهنگی بین خواب و بیداری من از دست داده، انگار یکی یه سطر گوش منو صدا میکنه. بعد دیگر سر هی به من نمیدونم نیرو کیه اینجا چه کاره جا، هی به من پیشنهاد متادون و مواد میده، زندانیه برید زهانم دست من کارش انجام ده. بعد من یکم توضیح بدم که من اونجا یه دچار شوک شدم، یکم گوش کنی، منو بردن اونجا، اونجا منو به سورس سلیپ بستن، به من آمپول و قرص میدادن، بعد یکی سری بیماری خیلی خطرناک، خیلی خطرناک، کارهای خلافی که من الان روم نمیشه به تو بگم، یعنی کمترینش اینه که ادرار خودشون رو کنترل نمیکنن و میپاشیدن روی ما و اینا رو به طور عرض، یعنی چهار تا ارتاق. تازه یه کارش بود، یه کار دیگه که من نمیتونم بگم، او کارم انجام میدادن، بعد چهار تا اتاق دیگه بود اونجا نمیبودن، فقط میبودن تو اتاق من. بعد به من گفتن باید امروز بری حموم، گفتم من مشکل ندارم برای حموم، دیدم همه رو لخت 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 کردن، گفتم آخر ایش جوریه دور از شخصیت و انسانیتی که شما همه رو لخت کردین، دیدم همه رو لخت لخت کردن، باهاشون مسخره بازی در میارن، مسخره شون میکنن، من که زیر بار نرفتم ولی اون صحنه رو دیدم، یعنی ابطال و باطل شدن انسانیت رو من دیدم، جا فنای انسانیت بود. اونجا ظرف غذا و قاشق و لیوانی که مصرف میکنن مشترک هم مصرف میشه، بله، یعنی قاشقی توی دهن من میره توی دهن همه اون مریض ها میره، یعنی اگر من یک مریضی داشته باشم همه اونجا میگیرن، بعد اگر من بیام مقاومت بکنم بگم نمیخوام، منو با مشت لگد به تعدید به اتاق ایزوله میکنن، لیوان آبی که من میخورم همه باید تو لیوان بخورن. این مریض ها من یک روز باورتون نمیشه، من رو تخت خوابیده بودم، یه مریض درش به حال من سوخت، چون اکثر مریض هایم که اونجا میارن مریض هایی هستن که کارتون خوابن و خاطر خانواده ترد شدن و دچار بیماری روحی هن و مریضی دارن، من گلستر تعارف کرد، دلش برا من سوخت، من گفتم خودت اول بخور، خب نه تو بخور، من هپاتیت دارم. ببینین ظرف غذا شما برین عیناً ببینین اونجا دوربین هسته، من خواهش میکنم این مقدار پولی نمیشه، یه ذره دیوان یک بار مصرف از ظرف یک بار مصرف، من واقعا افول انسانیت را در امین‌آباد دیدم. این مریضی ها من الان خودم در اینجا هستم نمیدونم از لیوان مشترک که به زور مشترک از ظرف غذای مشترک به مشترک خوردم که مریضی گرفتم. یک اینه که من گفتم که روشن بشه، حالا سوال بعدی یادم رفت چون من حافظه من خیلی از دست دادم، من شماره حتی خانم و من که میخوام بگیرم نوشتم باش تماس میگیرم، شماره همه رزیهنم رفته، اینا هم به خاطر فشاری بود که شب تا صبح اونجا رو من انجام میشد، یا میدیدم بلند میشدم میدیدم دستشوی انجام میشد، یا بلند میشدم میدیدم یه کاری که من روم نمیشه الان بگم، اونای هم مریض هست، من شاکی ندارم، بری کسایی که به عمد اون مریضا رو تو اتاق میووردن به عمد نمیذاشتن من بخوابم، به دکتر دریجانی میگم
جناب آقای دکتر تمام زندان برای چی بندرم؟ تمام گیرنده زندانی باشم. برای چی بندر شما نگه داشته اینجا؟ میگه نامه از قاضی دارید. میگم پس شرافت دکتری شما از کجا رفته؟ یعنی قتل عام زندانیان سیاسی و عقیدتی فقط سال 67 نبود، این همچنان ادامه داره و فقط یادآوری بکنم محمد نوریزاد، جعفر عظیمزاده، اسماعیل عبدی و عده دیگر از شریفترین آدم های این مملکت که خودشونو وقف کار برای مردم کردن، اینا تو همچین شرایطی تو زندانن. بار دوم که بهنام محجوبی رو میبرن تیمارستان امین‌آباد، مسئول اونجا یکی به اسم علی رجایی، یه ویدیوی اجباری میگیره از مادر بهنام که تو اون ویدیو بگه حال بهنام خوبه و هیچ مشکلی نیست، تا در عوض رجایی بذاره که مادر بهنامو ببینه چند ثانیه‌ای. آذر 99 بردنش تیمارستان امین‌آباد که دفعه قبلم برده بودم، خیلی اذیتش کرده بودم. وقتی که رفتم اونجا نگهبان بهم گفت نه اصلا بچه تو اینجا نیست، اگرم باشه ما بهت نمیگیم که اینجا هسته. آقای رجایی گفتن که چون مریض هسته میرین دنبال کارهای کمیسیونش که بتونیم آزادش کنیم. با هم رفتیم دنبال کارهای کمیسیون، موقع برگشتن بهم گفت ممکنه دفعه دیگه ای اصلا بچه تو رو اینجا نیارن، یه جای نامعلوم دیگه ای ببرنش، یا الان اصلا از اینجا به زندون دیگه نبرنش. اگر میخوایی بچه تو ببینی و برگردوننش به زندون، باید همین حرفایی که من بهت میزنم اینجا بگی، من از تو فیلم بگیرم و بگی که بهنام حالش خوب بوده. این فیلمی که از من گرفت، اصلا من موقع اصلا بهنامی ندیده بودم که این فیلم از من گرفت. موقع هم که بهنام دیدم حالش اصلا خوب نبود، خیلی اضطراب داشت، دستپاشم خیلی ورم کرده بود. بهنام محجوبی متولد 1366 کرمان، یعنی 33 ساله بود که شنبه پیش 25 بهمن در حال اغما از اوین به بیمارستان لقمان تهران برده شد. رئیس بیمارستان لقمان امیدوار رضایی است، نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامیشون و داداش کوچیکه محسن رضایی میرقا اد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظامشون. کمیسیون پزشکی و پزشک قانونی تایید کردن که بهنام نمیتونه تحمل حبس نداره، ولی دادستان همچنان رد میکنه. مثل که چند روزی که حمله عصبی بهش دست داده، دیشب حالش خیلی بد میشه، میبرنش به اداره زندان. به اداره زندان نمیدونم که چه قرصی بهش میده که 4 صبح بهنام از هوش میره. وقتی که بهنام از هوش میره، اونو میفرستن بیمارستان لقمان. یکی از آشنامون که خبردار شده بهنام بیمارستانه، اونجور که میره نمیذارن نزدیک که بهنام بره. وقت بهنام از دور میبینه که با دستبند و پابند و با اکسیژن که بهش وصله رو تخت دراز کشیده و اصلا نمیدونم که حال بطمه چطوره. این صحبت های مادر بهنام بود روز یک شنبه 26 بهمن 99، همین یک شنبه پیش. هیچ کسی جوابی به این مادر و به هیچ کس دیگه نمیده. بعد جلوی بیمارستان لقمان دوشنبه شب 27 بهمن،
مادر بهنام محجوبی هستم، الانم بیمارستان هستم، عصبی هم اومدم اینجا، هرچی گریه میکنه هرچی میگم نمیذارم و بچه ببینم. الانم میگن علائم حیاتیش پایینه، با این حال ضربات نمیذارم برم تو بچه ببینم، ولی نمیدونم بچه من چرا نمیذارم من ببینم. من مادرم، میخوام بچه من ببینم، به کی برم بگم که من میخوام بچه من ببینم؟ باز جلو بیمارستان خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که اخیراً بعد از 5.5 سال زندان آزاد شد، سعی میکنه کنار مادر بهنام محجوبی ایستاده، سعی میکنه شرایط رو توضیح بده. ساعت 11 شب هست، ما توی بیمارستان لقمان هستیم. وضعیت آقای بهنام محجوبی نگران کننده است. خوشیاریش به زیر سه رسیده و تمام بنام هیچیش خواهش میکنم سه‌شنبه خبر آمد که اجازه فرمودن مادر بهنام بچه‌شو ببینه، فقط علائم حیاتی ضعیف در بهنام بود. وضعیت بهنام تا نیمه شب پنجشنبه در همین مرحله، یعنی تنفس 30% و علائم حیاتی صفر گزارش شد. همون روزی که بهنام محجوبی تو بیمارستان لقمان بود با مرگ دست و پنجه نرم میکرد، همین دوشنبه 27 بهمن که مادر بهنامم صحبت و زجهش رو شنیدین، همون روز کسی که به آیت الله اعدام معروفه و به حکم خامنه‌ای شده است، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، درباره وضعیت زندان‌ها و حقوق بشر در ایران سخنرانی کرد. یک کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهرمند شدن، از عفو بهرمند شدن، اعلام کنه تو دنیا، آمادگی داریم. نسبت به وضعیت زندانها، ما آمادگی داریم زندانهامون رو درشو باز کنیم برای دیدن هر کسی که بخواد در عالم این زندانها رو ببینه، مشهود به این که ما هم هر زندانی رو که تو دنیا اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم. هر زندانی رو که ما اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم. ما آمادگی داریم که زندانی رو در جمهوری اسلامی اون کشور اراده کنه ما نشونش بدیم. بعد معلوم بشه کجا به حقوق انسان توجه میشه، کجا به حقوق بشر توجه میشه. ما به حقوق انسان داریم توجه میکنیم یا اونها؟ چی بگم، وقاحت دیگه واقعا حدی نداره. از کسی که 42 سال داره اعدام میکنه چه انتظاری جز این هست؟ وحشیگری در صدا و لحنش، در سیماش آشکارتر از اونه که من بخوام بگم. کدوم کشور گفته من میخوام بیام زندان‌های جمهوری اسلامی رو ببینم که میگی اونا نشون بدن ما هم نشونشون میدیم؟ این لاتبازی‌های آخوندی چه ربطی به حقوق بشر داره؟ نماینده‌های ویژه حقوق بشر سازمان ملل بارها خواستن بیان ایران، شما نذاشتین. 29 ساله که سازمان ملل متحد از شما میخواد که نمایندهش رو راه بدین. بدبختانه درهای ایران دست شماست باز و بسته کردنش فعلا. 29 سال سازمان ملل از شما رسما خواسته و مکرر میخواد ازتون که نمایندهش رو بذارین بیاد ایران، زندانها رو ببینه، با زندانیا صحبت کنه.